ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی بگرفته حسن بر تو عزا حضرت هادی یک عمر ستم دید از جور متوکل در آینه صبح و مسا حضرت هادی کس از غم ناگفته اتی یوسف زهرا آگاه نشد غیر خدا حضرت هادی در ماتم تو ای خلف پاک پیمبر شد سامره چون کرب و بلا حضرت هادی صلی الله علیه یا علی ابن محمد الهادی النقی و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین انه خیر و ناصرن و ما این سلام از میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی و همچنین تسلیت میگم سال روزه شهادت دهمین ده اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام و سلام و خدمت سلاله پاکشان حضرت صاحب الاسر و زمان عجل الله تعالی و و همچنین خدمت شما محبین و پیروان حضرتش امید داریم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره پیروان حقیقی حضرتش انشاءالله سبت و زبت بگرداند و با ویژه برنامه در خدمت شما هستیم با عنوان در سوگ حادی امت و با موضوع گذار از شرایط سخت با الگوگیری از امام حادی علیه السلام و سلام و در خدمت کارشناسان محترم هستیم حجات الاسلام و المسلم جاقی شیونی و همچنین خانم دکتر بیانی سلام علیکم سر سلام علیکم و رحمت الله و همچنین هر سلام و احترام دارم و محضر بینندگان محترم و عرض تسلیت و مناسبت سال روز شهادت امام هادی علیه السلام در خدمت شما هستیم خیلی خوش آمدیم خواهش میکنم خانم دوتا شما خوب هستیم بله بسم الله الرحمن الرحیم ما سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه سلام و همینطور همه عزیزانی که بیننده برنامه هستن بسیار عالی انشاءالله که مطالبی که از دو کاشناس محترمان در برنامه استفاده خواهیم کرد نافع باشه و تلموز میکنیم از دو بزرگوار و تلیه برنامه را شروع میکنیم با سوالی که از محضر استاد محترم میپرسیم آجا ببخشید اگر میشه با عنوان مختصرتر یک سیر اجمالی در تاریخ داشته باشیم که حضرت در چه سالی به دنیا آمدن و چند سال دوره امامتشان بود و طول عمر شریفشان چقدر بود و در چه سالی به شهادت رسیدن؟ بله امام هدی علیه السلام در سال دوازد دو و دوازده هجری در یک منطقه سریا که در اطراف شهر مدینه است در اینجا به دنیا آمدن و در سال که دویست و بیست که امام جواد علیه السلام که در می میکنند و معتصم ایشان را در شهر مدینه تا او زمان در شهر مدینه زندگی میکردند و بعد مادر حضرت سمان است که یکی از خانم های عفیفه و با تقوا از مراکش امروزی است از زمین مراکش امروزی و از القاب امام هادی علیه السلام که مشهورش اینها است می تواند نام برد از نقی و حادی و در کتب حدیثی و در مباحث حدیثی و در کتب رجالی از ایشان به عنوان ابوالحسن سالس اسم برده میشه و از داد در هنگام شهادت یعنی در هنگام شهادت پدر بزرگوارشان هشت سال داشتند و تا دا سال ۲۳۴ هجری ایشان در شهر مدینه بودند و بعد به دستور متوکل عباسی ایشان احضار میشن در شهر سامرا و تقریبا تا سال 254 هجری در شهر سامرا بودند و به دست معتز حباسی مسموم و به شهادت میرسند بسیار عالی استاد اشاره فرمودید به مدینه و ای که حالا دو سال به ذهن من آمده یکی ای که مدت طول عمر شریف حضرت اشاره شد و طول امامت مگر حضرات نه این است که در به دینا امام حسن یکی مدت امامت طول عمرشون با طول امامت اگر فرقش مختصر بفهمید باید که چطور شد که از مدینه انتقال یافتن به سامرا بله همونطور که از شد امام حادی علیه السلام از هشت سالگی به امامت میرسند چون امام قبلی امام جواد علیه السلام بودن و یک نکته هم که در این بحث مهم هست چون خود امام جواد علیه السلام در سن شش سالگی به امامت رسیدن و امام حادی علیه السلام در سن هشت سالگی چون او مرحله مقبولیت امامت امام جواد در سنین شش سالگی جا افتاده بود دیگه در عصر امام حادی علیه السلام مشکلی نبود یعنی بله. مردم براحتی پذیرفتن بله. بله و حضرت حدود سی و یک سال مدت امامتشان هست که بیشتر مراحل مهمشان با متوکل عباسی بوده چون که معتصم عباسی البته خب یک تفاوت کوچک هست که شباهت داره به معمون عباسی و زمان امام رضا علیه السلام و معتصم البته اونها یک مقدار خوشمشرب و یک مقدار محترمانه برخورد میکردن اما متوکل عباسی یک مقدار او آداب و نزاکتی که معمون عباسی و معتصم رایت میکردن رایت نمی کردن خب حال ایشان در را دعوت میشن به خاطر اینکه امام علیه السلام یک جایگاه ویژه داشتن و مقبولیت داشتن و خلفای عباسی از بعد به تاسیس حکومتشان تا زمان متوکل عباسی اینها از ائمه ترس داشتند چون که عیمه شیعه یک جایگاه ویژه‌ای در بین مردم داشتند و یک قداستی داشتند و از نظر علمی یک مرکز علمی بودند و این سجایای اینها باعث می شد که خلافای عباسی ترس داشته باشند و همچنین مراوده و رفت آمدهایی که از شهرهای مختلف با ایومه داشتن از این جهت اینها ترس داشتن و متوکل عباسی هم همون روش مثلا پدرشانه که داشتن گفتن هر چیز امام جوادی نزدیکتر باشن یعنی کنترل میشن و سامر که یک منطقه نظامی بود در آنجا ایشان تحت کنترل باشن بسیار التشکر میکنم استاد محترم میشنویم بیانات خانم دکتر بیانی را یک کلمه استاد اشاره کردن سجایا و سوال ما است که از برجسته ترین سجای اخلاقی که ما میتونیم در مورد امام حادی علیه السلام از لسان شما بشنویم و برای ما بگن و ای که ما برای یک جوان امروز برای یک کسی که برحال دریق شرایط زندگی میکنه کدام یکی از این سجای اخلاقی میتونه مفیدتر باشه وقتی که ما درباره یک امام صحبت می کنیم انتظار داریم که تمامی آنچه که سجای اخلاقی یا کمالات انسانی و بشری است در او باید موجود باشه به خاطر که قرار است که راهبری ما و هدایت ما توسط امام اتفاق بیفته و باز به تاریخ که نگاه میکنیم به سیره به سنت اهل بیت و همینطور امام هادی علیه السلام وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که اما چیزی که به عنوان حسنه اخلاقی مثل بردباری صبوری دانش دوستی علم ورزی ساده زیستی تمام اینها در امام هادی علیه السلام داره. وجود, داره. ام. اما اگر بخوایم که ویژه تر نگاه کنیم دقت کنیم به اینکه چه چیزی میتونه که در امام هادی علیه السلام برای ما مهم باشه و فکر میکنم به نام امام هادی در واقع به لقب امام هادی که هادی هست توجه کنیم یک هادی یعنی فردی که میخواه که ما را هدایت کنه معمولا به دو معنا نام برده میشه راهنما و راهبر کسی که راه به ما نشان میده مقصد به ما نشان میده و در مقام بالاتر و بهتر کسی است که دست ما را میگیره و در این مسیر ما را همراهی میکنه میبخشه درمی خب لقب هادی اگر ما به معنی پتردازیم تمام ایمه بله. خب هدایتگر هستن آیا دلیل خاصی داره که ایشون متمایز شده بله به خاطر شرایط و سوالاتی بوده که در بین مردم اون زمان مشهور و مهم بوده و البته یک شرط اجتماعی هم هست که من سعی می‌کنم درباره او هم صحبت کنم مهمترین سوالاتی که وجود داشته و مهمترین چالش هایی که درگیر بودن چالش های بین خود مذاهب اسلامی بوده همچون شبه خلق قرآن و البته چالش درون مذهبی هم وجود داشته به این که تعداد از افرادی که ما اونها رو به عنوان قالی میشناسیم مهم. وجود داشتن و هم بله ممکن است که افرادی مهم. باشن که خب حضرت فعالیت های مختلفی دارن که من انشاءالله در ضمن برنامه سعی میکنم در ها صحبت کنم اما اون نکته که برای من مهم است و میخواییم که به عنوان یک ویژگی قابل توجه برای رشد اخلاقی جامعه به توجه شوید است که امام هادی تنها راهنما نیست راهنما کسی است که مقصد میشناسه راه میشناسه به ما میگه کمی راه شما بله بله،, بله،, بله بله سیر کنید و حرکت کنید در او راه امام هادی راه بر است یعنی دست ما رو میگیره و در مسیر قدم به قدم با ما همراهی میکنه و ما را میرسنه با اون این نیاز به یک ویژگی اخلاقی دارن که اون ویژگی اخلاقی فعلا ما را به نام حمایتگری یا یعنی میفهمید که میگیم که فلان نفر ویژگی حامی بودن داره حامی است که سختی همراهی در مسیر را بر باده و در این مسیر اگر ما میخواییم که با حامی خود با رهبر خود حرکت کنیم یک ویژگی مهم اخلاقی باید در جامعه نهادی نشدم چه ویژگی؟ حسد یک انگوشتری یا چند انگوشتر داشتن مهم. که نقش یکی از انگوشتری ای بوده که حفظ الاهود من اخلاق معبود پایبندی بندی به پیمان به پیمان از خداوند بسیار. و این باعث میشه وقتی که ما اعتماد وقتی که به هم دیگه به عهد و پیمانی که با هم میبندیم او را به جای بیاریم باعث میشه که یک نحوه اعتماد جمعی ایجاد شود <applause> برای همراهی با یک رهبر با یک کسی که میخواد که ما را هدایت کنه باید اعتماد وجود داشته باشه این اعتماد فارق از مذهب و دین است یعنی انسانها باید بتونن به همدیگه اعتماد کنن که شاید بگمان بنده است که مهمترین چیزی که میتونه ما را همراهی کنه و ما را کمک کنه این است که امی صفت که اگر اهدی میبندیم و او وفا کنیم دیگران را نسبت به حرف خود مطمئن بسازیم ما میگیم که پس حادی اگر میخواه که ما از حادی استفاده کنیم ما به همراه حادی، حالا به همراه که میگیم در معیتش باید باشیم باید. ای که ما ظرف ما محدود است سر جای خود ای که ما درک ما کم از سر جای خود اما امی مسیر که میخواییم به سپری کنیم قبل از باید اعتماد جمعی در بین مردم ایجاد شود که به شوار پذیرش داشته باشن از ما دیگه در زمان ده. حضرت چنین چیزی وجود داشت بسیار عالی تشکر میکنیم خانم دکتر بیانی و او چقدر جالب بود چقدر پیام مهمی بوده که حضرت امام حالی علیه السلام یه پیام ها بر انگوشتریشون نقش داشتن بسیار عالی پول ارتباطی برنامه خدمت شما ارزان اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 40 13 میتونید به این نمبر به این سوالات نظرات و پیشنهادات نرای کنید و, و انشالله کارشناسان عزیز ما پاسکو خواهند بود میریم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما ازان خواهیم بود آینه احمدی و مرتضا، واقف آینده ای و مامزا هادی راه قدری و قضا نجل جواد و ابن الرضا جد و پدر هر دو امام همام سیدنا حضرت هادی سلام سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با ویژه برنامه در سوی هادی امت در خدمت شما از آن هستیم با بخش دوم برنامه استاد محترم مهربانی بفرمایید و در مورد اوضاع اجتماعی و فرهنگی سیاسی که حاکم بوده در زمان حضرت بر ما به با اختصار بیان بفرمایید و ای که مهمترین عمل کرده های حضرت در این چی بوده؟ اونطور که می دانید من باید یک مقدمه بسیار کوتاه چند ثانیه‌ای عرض کنم که دوره عباسی از نظر سیاسی به چهار دوره تقسیم میشه دوره اول که از 132 هجری تا 334 هجری طول میکشه دوره شگوفایی، گسترش و همچنین قدرتمندی حکام عباسی است دوره دوم که از 334 شروع میشه تا 447 تقریبا که دوره ترکانه، دوره دوم که از همین معتصم و متوکل عباسی شروع میشه و تا این سال دوره سوم دوره آل بویه است که خاندان آل بویه در حکومت عباسی نفوذ میکنه و دوره چهارم هم دوره سلجوقیان که تا آخر دوره عباسی این اینا نفوذ دارن آنچه که ما میخواهیم بحث بکنیم اینه که در دوره تا زمان معتصم و متوکل که دوره شگوفایی بود خب سیاست حکام عباسی با ایمه شکل دیگری بود اما از دوران متوکل من. و دوران نفوذ ترکان از این دوره یک مقدار رفتار فرق میکنه و این محدودیت ها بیشتر میشه چون در زمانی که امام رضا علیه السلام ولایت اهدی را پذیرفتن و آمدن در معرو در کنار معمون در اون زمان ظاهر همون مدت کوتاهی هم که بودن یک استقلالی داشتن یک رفت آمده های بود یک مناظره های علمی امام با مردم در تماس بودن اما در دوره متوکل مم. که نفوذ ترکان مثلا سرداران مثل افشین و مثل وصیف و اینها که حتی حکام جا بجا اینها اجا. و یکی از حکام همین ترک ها که با خود امام هادی رابطه خوب و مناسب داشته به نام بغای خب در این دوره متوکل عباسی عزت دعوت میکنند و میارند در شهر سامر شهر سامر را میدونید که یک شهر استراتژیک نظامی است که در زمان معتصم عباسی تصمیم گرفته میشه از بغداد میارند در شهر سامر را, شهر سامر را, که, شهر که, شهر سامر را که شبیه یک به خود ما یک قشله عسکری مثل یک قشله که از نظر استحکامات نظامی بهرمند بوده و در داخل این محدوده امام حادی علیه السلام و امام حسن اسکری که به همین نام ملقب شدن این دو بزرگوار و امام اصل الله الله الفدا این سه بزرگوار در همین منطقه زندگی می و محدودیت های بسیار شدید ایمان می سخت بله. بسیار سخت بود و در همین حال بازم امام خب ارتباطات داشتن کارهایی را انجام میدادند این فضای سیاسی حاکم بود که در یک حالتی که حتی این بزرگواران هفته یک روز دو روز خودشان را باید میرفتن و دارالخلافه خلافه معرفی میکردن در این حد که ما هستیم و جایی نمیدیم گهگاهی در روستاهای و بله، در های اطراف سامرا سر میزدند ولی اجازه نداشتند که از شهر سامرا بدون هماهنگی با حکومت خارج شدن از این نظر شدیدا تحت کنترل بودن از نظر فرهنگی و حالا مذهبی اگر عرض کنیم خب در این زمان مسئله فکری در اینجا مطرح بود و همونطور که سرکار خانم هم از کردن در این زمان گرفتاری های جهان اسلام داشتن مثل نه. مثلا درگیری طرفداران مذهب یا فکر معتزله با اشاعره یا حقلگراه ها با اهل حدیث که در این زمینه معمون عباسی و پسرشان معتصم اینها گرایش معتزیلی داشتن گرایش عقلی داشتن و اینها بیشتر میخواستن که این تفکر رواج پیدا کنند و هر کسی هم که مخالف این تفکرشان میبود شدیدن برخورد میکردن و در زمان متوکل که موضوع بحث ما بیشتر هست مهم. ایشان یک عدول میکنن از روش پدرانشان مکتب اعتزال یا معتزله را رها میکنن به اهل حدیث میپیوندن و تفکر اهل حدیث خب در این بین اینها درگیری های بوده حتی و کشتار های میشده زمان چون کمتر از اگر مختصر ترمو بله. خواهش میکنم پس این یکی بود که از نظر فکری و از نظر اعتقادیام این مشکلات داشتن منتها امام علیه السلام در این شرایط خب راهکار خودشان رو داشتن من. و با مکتب معتزله و اعتزال الامر و بین الامرین همون فرمایش امام صادق علیه السلام ایمان میکردن و حتی گرفتاری هایی که بعدا در رابطه با همین مطلب که ایشان فرمودن که آیا قرآن خلق است یا نه مخلوق است یا نه یک مسئله دیگه در اینجا امام علیه السلام پیروانشان رو برحضر میدارن که وارد این بحث نشن که در تاریخ این نکته من خیلی کوتاه از کنم که در تاریخ از دوران معتصم تا زمان متوکل میگن مهنت قرآن <applause> که در این زمینه از طرف این حکام عباسی یک اجحاف های در قرآن شده که ایمه علیه السلام به اجواج وارد این مسائل نشده و پیروانشان هم دستور میتن که وارد این مباعث نشود بسیار رالی تشکر بس میکنم استاد محترم ما یک قسمت از سوال که از مهده شما پرسیم ما از خانم دکتر بیانی هم پرسان میکنیم که چون مرتبط است به بس که در این نهله هایی که به وجود آمده و در مکاتب فکری چه نقشی حضرت داشتن و چه طور مواجهه میکردن با این مکتب های ظهور یافته بله یکی از مهمترین چالش هایی که در این دوران مردم گرفتار شده بودند و جامعه اسلامی گرفتار شده بود تشدید یافتن فعالیت های قالیان بود ام. افرادی که نسبت به حضرت و نسبت به ائمه نگاهی داشتند که اونها را اله یا این که نم... به هر حال دارای آثار خدایی میدانستن یا حتی ببینید مثلا ما داریم که میگن که درباره این که سلات چی است یا زکات چی است اونها باور داشتن که سلات اشاره به فرد امام داره مم. وقتی که میگیم که سلات ما را از فحشا و منکر باز میداره یعنی امام ما را از فحشا و منکر باز میداره و خب باورهای دیگه هم داشتن درباره این که مرگ ایمه چطور است یا که خورد و خوراک نباید داشته باشن و مانند اینها ما وقتی که نگاه میکنیم به تاریخ و میخواییم که درباره سیره حضرت یعنی نگاهی بندازیم و ببینیم که چه کردند با فعالیت های مختلفی مواجه میشیم بلد. یک نمونه اون است که چنین افکاری را یا چنین افرادی را ترد میکردن اگر در مجلسی حضور داشتن بله مخرب بودن. مخرب اگر آشنا بودن یا که باورمند بودن اون افراد ترد میکردن اگر که او افراد اعلام می کردن اگر در مجلسی باورهای خود اظهار میکردن در مواردی داریم که حضرت نسبت به اونها احکام شدیدی صادر کردن اونها را در هر جایی که یافتید بکشید بله در مرحله دیگه بینیم که در نقل تاریخی هست که حضرت از حمل با ای افراد دیگران را نهی میکردن میگفتن که ما باید که در مجالسی که اونها حضور دارند در جایی که هستند افراد دیگر نرن ما مضمون امیره در روایات امام علی علیه السلام هم داریم که به او جایی که شیطان هست شما نزدیک هم نشوید باید که کناره بگیرید برنی برنی. و دور بمانید مرحله بعدی که شاید یک یادگاری برای ما و شما هم باشه است که حضرت در زیارت جامعه کبیره شاید نزدیک به 400 ویژگی امام را مطرح می کنند یک وقتی که وارد زیارت میشیم و میخوانیم میبینیم که در حین این که و در امو زمانی که ارزش ها و اون سجایای اخلاقی و جایگاه ائمه مطرح میشه دور تلاش میشه که از قلوب هم دور شود بله. دریای معرفت بله. پس یک چالشی بود که ما اگر که بخوایم فعلا به همین نگاه کنیم میبینیم که یک سلسله مراتبی انگار وجود داره که افراد مختلف کسی که در پی دانایی و آگاهی است حضرت زیارت جامعه کبیره را به اون معرفی میکنه کسی که درگیر چنین مسئله است حضرت او را در واقع با امو نتیجه عمل کرد خودش او را مواجه میکنه امه. و ما شما که شاید ناظر باشیم میگه که شما برحضر باشید از چنین ویژگی اما یک ویژگی دیگه هم در می زمان وجود داره که به نظر ما قابل توجه است ببینید ما قرار است که برای آینده آماده شویم بله. و حضرت با پایگزاری شبکه وکلا که نوعی شبکه سازی فرهنگی است به نظر من و شاید در جاهای مختلف کارکرد اور اقتصادی تعبیر کنن اما به گمان بنده یک شبکه سازی فرهنگی است یک نوع ایجاد انسانهایی که میتونن مؤثر باشند این شبکه سازی را انجام میده و در آینده و بعدتر و حتی ما که فعلا در همین حال حاضر هستیم میتونیم که به نحوی سی الگو بگیریم چطور میتونیم انسان های معصر بله. انسان های معصری که میتونند نه فقط نشر معرفت چون میبینید نشر معرفت یک چیز است ای که ما توانایی استفاده از او رو داشته باشیم مم. چیز دیگر است همه ما و شما کتاب های زیاد میخوانیم، اما ای که رفتار مم. مبتنی بر رو داشته باشیم ای با هم متفاوت است و ممکن است که نداشته باشیم تربیت شاگردانی که میتانند که عضو و شبکه و کلا باشن شما ببینید و بله. شاگردان زیادی حضرت داشتن در تاریخ مگمان میکنم که بیش از صد نفر نام برده شده که شاگردان حضرت بودند و ببینید که در چه شرایط رخ میده حضرت استاد فرمودند که شرایط به گونه ای بود که در یک فضای نظامی مم. طول عمر با برکت حضرت بخش مهمی از طول عمر حضرت در اونجا سپری میشه با این شرایط باز هم از این کارها استفاده بله. بردن بله. بله. و فکر می کنم که امینا میتونه که نشان دهنده باشه که اگر ما در چنین شرایطی باشیم چطور رفتار کنیم چطور ما هم موثر باشیم یا ای که احیانا وظیفه ای که به عنوان یک انسان داره وظیفه اخلاقی که داره اون چطور پیش ببریم بسیار علی اتفاقا این سالم که مطلبی که اشاره فرمودید شالا در قسمت بعدی بیشتر به او خواهیم پرداخت و باز هم در این قسمت تشکر میکنم از شما ازانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان هستید با ویژه برنامه در سوی حادی امت در خدمت شما ازان هستیم و پول ارتباطی ما با شما نمبر مصبت 964 7 8 255 40 است که باز هم همراه برنامه ما باشید تا قسمت پایانی برنامه را در خدمتان باشیم سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از این برنامه در خدمت شما هستیم همراه ما باشید چشمهایت فرات دلتنگی است اشکهایت تلاطم غم هاست حال و روز دل شکسته تو از نگاه غریب تو پیداست ای غریب مدینه دوم مرد خلوت نشین سامر را التماس همیشه باران حضرت عشق التماس دام سلام مجدد ارز میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با ویژه برنامه در سوگ حادی امت مهمان لحظات شما از هستیم و در قسمت سوم برنامه استاد محترم شما به عنوان یک ماستر تاریخ اسلام ما بیشتر سوالات تاریخی رو که از شما پرسان میکنیم مهربانیم بفرمایید که مهمترین خلیفه عباسی که هم اصر با حضرت بوده کی بوده و شیوه مقابله و مبارزاتی که حضرت با خلفا انجام داده به چه قسم بوده بله همونطور که عرض شد ام امام هادی علیه السلام هم اصر با شش خلیفه عباسی بودن ولی مهمترین اینها متوکل عباسی بوده که از چند جهت مهمه یک از نظر اینکه حدود 14 یا 15 سال هم اصر امام بودن و امو تحول سیاسی که از کردم در صحبت قبلی در زمان ایشان بوده و همچنین تحول فکری از مکتب معتزله به مکتب اشایره در زمان ایشان بوده منتها یک ویژگی که متوکل نسبت به دوره قبل داشت یعنی حکام عباسی دوره قبل علا ظاهر او ظاهر خلیفه اسلامی را رایت میکردم منتها متوکل آدم بد آدم البته قبلا اونام عیاش بودن اون تا کار اونها مخفی بود سم. اما متوکل یک مقدار علنی فسق و فجور انجام میداد و خب در این راستا امام علیه السلام من دیگه دو نکته رو فیرستوار از میکنم یکی یک مقدار مفصل تر میگم نکته اول این که امام علیه السلام چی در دوران متوکل چی پنج تا خلیفه دیگر لحظه از تبلیغ و ترویج دین همطور که سرکار خانم از کردن کوتاهی نکردن و حتی در کنار وکالت که ایشان فرمودن مکاتبه که بین شهرهای مختلف به یک خاص امنیتی حتی این مکاتبه انجام می این مکاتبه با کیا با, با،, با, شیعان، با, شیعان با شیعان با مریدان با سران مناطق مختلف و شهرهای مختلف دوست. که امروز خوشبختانه این مکاتیب چاپ شده نه در هفت جلد احمد علی میانجی اگر اشتباه نکنم در هفت جلد این مکاتیب ایمه الان چاپ شده در دست هست خب این روش امام از این جهت بود و دیگر این که امام هادی علیه السلام به هیچ وجه شریک ظلم و ستم و اجهافی که خلفای عباسی میکردن اینها نبودن چی همه ایمه ما به همین شکل و چی حتی امام رضا علیه السلام که در مصند ولایت اهدی بودن و امام به همین شکل در جای, جای از نام حضرات استفاده کنند بله بله از نامشان استفاده میکردن و همچنین امام هادی علیه السلام در مسائل حلال و حرام و در مسائل فسق و فجور در این زمان هم همون اعتبارشان شخصیتشان وجاهتشان قداستشان حفظ میکردن اگر فرصت باشه که من یک مسئله که در تاریخ اتفاق افتاده و مسعودی یک تاریخ در مرج زهب مسعودی کمتر ایک... دو دقیقه اگر بله. خب من اینو بشوش. سریع عرض میکنم که بله. اموز زمانی که بر متوکل سایت میشه از جانب امام مادی علیه السلام که ایشان دارن یک کارهایی میکنن در منزلشان اصله هست در منزلشان پول هست و دارن سیاست براندازی دارن وقتی که خب منزل ایشان تلاشی میشه چیز پیدا نمیکنن با همون وضعیت نصف شب حضرت امیران به دارالخلافه متوکل و در همون اصر ای خلیفه عباسی به هر حال چیز میشه که در همون اصر که امام وارد این مسند میشه در همون جا من این مطلبش آماده کنم که حضرت میفرمایند که در همون حال که ایشان مست بوده کردم که متوکل آدم بد اخلاقی بوده و این او بوده بوده. چیز رعایت نمی کردن. علنی شراب می خوردن و حتی درباریانشان شراب می خوردن و در امون حال مستی ایشان با گستاخی تمام به حضرت تعارف میکنه یا همون بعض پیاله شراب به ایشان و امام میفهمند که گشت خون من از این موارد پاکه و من وارد این مسائل نمیشم خب بعد اصرار چون فرصت کم است به میگه که به پس اگر شراب نمیخوری برای ما شیر بخون حتی ازت میگه که من با شیرم زیاد سرکار ندارم دارم ولی نه زیاد یعنی وقتم زیاد صرف شیر و اینها نمیکنه میگه نه پس اگر شراب نخوردی حتما باید شیر بخونی حضرت. بعد حضرت شروع میکنن این چند بیت کلان فرصت است من برای شما بخوانم که با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القلل که در اینجا منظور اینه که میگه اگر بله بله در رابطه با این که میگه اگر کسی آیه قرآن است که ولو کان فی بروج مشیده اگر در برجه آنچنانی اگر کسی باشه بازم مرگ به سراغش می آید و در این هم حضرت می که اگر در قله کو اگر کسی کاخی بسازه مستحکم در همان جام اینها حراست نخواهند شد وقتی مرگ سراغشون بیاید و همچنین مردان نیرومند اگر از اینها حمایت بکنن بازم اینها کار ازشان بر نمی آید و همچنین وستن زلو بعد از من معاقلهم فاوده او حفرا یا بعث ما نزلو بعد میفهمند که این پس از مدت ها عزت و جایگاه امنی که ایشان برای خودشان حالا مثل شهر سامرا یک قلعه ای داشتن و حشم داشتن و سربازی داشتن میگن وقتی که مرگ به سراغ اینا میاد از این خبران نیست فاودا <applause> و حفرن یا بعث ما نزلو بعد اینجا او یعنی در بعضی از منابع آمده و اسکینو حالا فعوده و شاید بهتره بلد. که میفرمایند که اینها سپرده میشن در یک حفره در یک قبری که خیلی جای بدی است خب وقتی که این شعرها را همینجور چند فردش را آنقدر این شیر با منویت بوده و اون قداست خود امام که شب از نماز شب ظاهرا این شب با قرآن رازی نیاز داشتن ام. از سر سجده ایشان آورده بودند از سر جای نماز بعد در اینجا این شیرا را که میخوانن همه اهل مجلس حتی خود متوکل با گریه ما میفتن و همه گریه میکنند با و حالت این بله هم بله این حالت عاد غیر عادی هم که داشتن این معنویت این شیر و قداست این بزار. شیر که از زبان یک فرد معصوم حتی در دل شب خوانده میشه این مجلس متوکل تبدیل میکنه به یک مجلس عزا و گریه و این گونه بسیار این, این یکی از برخورده های امام با روش های خلاف های عباسی بوده بسیار استاد محترم ما رو واقعا بینندگان عزیز را حتما بردیم به او شرایطی که حاکم بوده در او زمان ما سوال که از خانم دکتر بیانی داریم که خب طبق بیانات استاد محترم که اشاره فرمودن چی شرایط خفقانی بوده در روزمان و ای که خب نه در مدینه نه در کنار دوستان یارانشان در یک جای دورفتیده در یک شهر نظامی خب باز چرا باز هم همین خلفا چرا همین خلفا باز هم احساس ترس داشتن از این حضرات اون چیزی که در ائمه ما و باز در پیروان ائمه بسیار واضح هست است که ایشان و همطور شاگردانشان و باز پیروانشان مؤثریت اجتماعی دارند یعنی بدون اینکه امکانات ظاهری نظامی به اندازه که خلیفه داره به اندازه که شاید اما حاکم وقت داره داشته باشه چیزی که ائمه داره است که فرمان او فرمان بر قلب هاست اه. و چیزی که میگه چون ابتنا و متناسب با فطرت یک انسان پذیرش جمعی داره سه. و خب قطعا قدرت تمام او زور و بازو نیست, نیست، قدرتی است که تو بتانی انسانها را به حرکت ام. وادار بکنی اگر یک فرمان تو بتانه انسانهای زیادی را تحت تاثیر قرار بده تو قدرتمندی حتی ام. اگر حاکم نباشی بله مؤثریت چه چیزی را نیاز داره ببینیم امی موارد را میتونیم که در امام ببینیم یا نه که قطعا چنین است مسئله اولی که در مؤثریت اجتماعی بسیار بسیار قابل توجه است این است که اون نفری که میخوای مؤثر باشه باید خیرخواه باشه خیرخواه. و دیگران خیرخواهی او را بفهمند <تصفح> بدانند که همین طرف مقابل میگه که تو به همین راه برو یا ای که هدایت میکنه ما را خیر ما را میخواهم مسئله دیگه است که باید دانش کافی داشته باشه که باز وقتی که ما در نقلهای تاریخی میبینیم اعتراف دشمنان ائمه است که ائمه و همینطور امام هادی دانشمندترین افراد زمان خود بودند مسئله دیگه چی است این است که ما یک نفر دانش داشته باشه خیرخواهی هم داشته باشه اما باید امانتدار هم باشه و صادق باشه در نقل های تاریخی است که میگن امام هادی علیه السلام خوش اخلاق ترین و راستگو ترین افراد در زمان, زمان خود بله. اگر چنین است یعنی نگاه دیگران به حضرت امام هادی علیه السلام این است که یک فرد دانشمند خیرخواه صادق و در عین حال امانت دار چنین فردی تعالی را ارائه می که خب باز گفتیم که در همینطور در زیاره جامعه کبیره و همینطور در مکتوباتی که حضرت استاد فرمودند خب می بینیم که ای تعالیم رد و بدل میشه بین نه. مردم سوالات و جوابهایی که مردم انتظار دارند که او فرد مؤثر اون فردی که میخواین که اما فرد پاسخگو باشه نقش خود ایفا میکنه اگر چنین باشه برای حاکمی که در این راستا قرار نداره میتونه که خطر بزرگی باشه و انتقال حضرت به راه هم به خاطری است که میخواین که این مؤثریت کمتر شود و باز فعالیت های امام هادی در همون فعالیت شاید بتانیم بگیم شبکهیی ای که ایجاد میکنه و انجام میده کاملا میتونه که نقشه حاکم وقت خونسابه در سازن. هر شرایطی که اینا قرار میدن باز هم امام بهترین عمل بله. انجام میده خب خانم دکتر بیانی به با عنوان سوال پایانی که از محضر استفاده میکنیم که حال حالی در وضعیتی که ما در قرنی که ما زندگی میکنیم به عنوان الگو چطور کدام خاصیت از ما ائمه بخصوص به خصوص امام رو ما میتونیم در شرایط هم ما هم در شرایط خفقان بله. قرار بگیریم خب او چه کاربردی برای ما میتونه داشته باشه ما کدام خصلت زیادتر روش کار کنیم به عنوان الگو بله من فکر می که در زیل بحث گفته شد اما اگر بخوایم که باز خلاصایی را در بحث صحبت بله. نتیجه گیری که ببینید در فعالیت اجتماعی که در او, در او جامعه احتمالا ظلم حاکم است چیزی که ما میبینیم از امام حادی همراهی نکردن با ظلم است خب این میتانه که اسمه. یک خط نشان باشه برای ما مسئله دوم چی است؟ این است که ما را به عنوان افرادی که به لحاظ اخلاقی میخوایم جامعه را رشد بدن میشناسیم حضرت رسول برای ما اصفه حسنه است و امیتور فرزندان حضرت رسول چه کار میکنه امام حادی امام حادی راه بر حامی ببینید تمام واژه ها به نظر من معنا دارن و در کنار هم ام. دیده که فرمودین بله. شما اعتماد را هم بله، بله، بله. اگر چنین باشه یعنی بر حمایتگری چون وقت ما حادی میگیم عموما نگاه ما به سمت این که معارف اسلامی باشه دینی باشه قرآن کریم باشه و این طور چیزها به ما تعلیم داده شود اما بخش مهمی از زندگی ما که در تعالیم امام حادی در زندگی امام در لقب امام حادی مشخص است که چطور میتانیم یک جامعه اخلاقی داشته باشیم <applause> اگر حالا نگاه کنید که اگر شبکه حمایتگری ایجاد شود میتانیم بر پایه و شبکه حمایتگری تعلیم معنوی یا تعلیم دینی که مد نظر ما هست او را هم ترویج بدیم پس بلحاظ اجتماعی بلحاظ مقابله با دیگری موضع ما عدم همراهی با ظلم باشه بسیارم. و در اخلاق اجتماعی هم ان که تلاش کنیم که لحظه به لحظه این صفت حمایتگری رو در خود خود نهادی نبسازیم بسیار علی تشکر میکنیم خانم دکتر بیانی و در پایان هم از نظر استاد استفاده می‌کنیم ان که در کمتر از یک دقیقه ما رو مستفید بشیم که ما یک الگویی داشته باشیم که در شرایط سخت از حضرت بتونیم اونمون الگو استفاده کنیم بله من فقط میتونم که روز مطلب عرض کنم بله. اول اینکه ما از خصوصا زندگی محمدی علیه السلام که بینندگان ما یک استفاده کاربردی امروزی داشته باشند اول اینه که عدم ناامیدی یعنی الان اگر ما در شرایط سخت خفقان که امروز مردم ما درگیر هستند قرار میگیرند به هیچ وجه نباید ناامید بشیم یعنی امام حتی در درون قشله عسکری با سختترین تحت نظرها ولی بازم هم نبودن نبودند، سازمان وکالت را انداختن مکاتبه داشتن و حتی مراویده داشتن کارشان انجام دیم عدم نامیدی دوم اینکه ارتباط با خدا و توکل بر خدا که عیمه ما داشتن الگوی ما هستن ما اقتدا میکنیم به آنها و دیگر اینکه آینده نگری یعنی عیمه ما آینده نگری داشتن یکی از آینده نگری هایی که محمدی علیه السلام داشتن آمادگی مردم برای اصل غیبت چون که حیما خوب یکی علم باینده با دارن یکم مامور به وظایف شخصی خودشان هستند اما این علم لدونی که داشتن میدونستان که بالاخره یک روز غیبت سغرا و کبری هست ذهن مردم آماده, آماده کردند برای غیبت صغرا و کبرای امام زمان علیه السلام بسیار علی. تشکر می کنم استاد محترم همچنین از محضر شما خانم دکتر بیانی و همچنین از محضر همه شما بینندگانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودین ویژه برنامه در سوگ هادی امت و در پایان برنامه امیدوار هستیم که خداوند متعال این توفیق ما بده تا جزء پیروان واقعی حضرت باشیم ان آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست عالمی منتظر گفتن بسم الله اوست کاش میشد که باشیم کنارش یارش هر کجا هست خدایا به سلامت دارش اللهم عجل ولی الفرج خدا نگهدارش